سلام، با استدیو آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 سرطان 1397 است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. در دومین و آخرین روز نشست عالمان دینی در عربستان سعودی یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شد. در این اعلامیه انتحار و انفجار در افغانستان ناروا دانسته شده. این نشست برای بحث در مورد صلح و ثبات افغانستان دیروز سه شنبه برگزار شد. در اعلامیه امروز عالمان دینی بیش از 40 کشور آمده است که عاملان انتحار و انفجار در افغانستان محکوم به جهنمند. در اعلامیه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده است تا با هم مذاکره کنند. یوسف بن احمد الوسمین، منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی، امروز گفت که تمامی افغانها باید برای آوردن صلح به کشورشان به خواست خادم حرمین شریفین پاسخ مثبت بدهند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته است که از همه اشتراک کننده های نشست عربستان سعودی سپاسگزاری میکند. او از تصمیم آنها نیز استقبال کرده که جنگ افغانستان را یک فتنه خواندند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، فردا پنجشنبه در نشست سران ناتو سخنرانی میکند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، هم در این اجلاس دو روزه حضور دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، یکی دیگر از اشتراک کننده های نشست سران ناتو، امروز گفت که جرمنی اسیر روسیه است. مصطفی صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل، در این مورد بیشتر میگوید. سران ناتو و شریکانشان که در افغانستان سرباز دارند در باره 3 موضوع کلیدی پیرامون افغانستان بحث میکنند: افزایش نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020 میلادی و همچنان حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز گفت که طالبان از راه نظامی پیروز شده نمی توانند و باید راه مذاکره صلح را با حکومت افغانستان در پیش گیرند. اما طالبان همچنان به جنگ در برابر حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش ادامه دادند. فردا پنجشنبه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، سخنرانی خواهد کرد و همچنان عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، اینجا حضور دارد. در مورد افزایش نیرو، آنچه میدانیم این است که بریتانیا گفته در نظر دارد که 440 سرباز اضافی را به درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به افغانستان بفرسته. و در مورد تمویل مالی هم میدانیم که مجموع بودجه برای پایداری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای سال 2018 $6 میلیارد گفته شده که از این جمله 4.7 میلیاردش ایالات متحده آمریکا میپردازه، حدود $1 میلیارد دیگه شریکان و متحدان ناتو و $440 میلیون دیگه را حکومت افغانستان به عهده داره. در کل در مورد افغانستان اینجا اتفاق نظر موجود هست، اما نشانه های از اختلاف نظر هم به چشم میخوره و در کل بر این نشست سایه افغانده. به گونه مثال صبح امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، دید و یک بار دیگر سخت بر جرمنی تاخت و هزینه دفاعی این کشور را ناکافی خواند و گفتی برای ایالات متحده آمریکا غیر قابل قبول است. ما از جرمنی محافظت میکنیم، ما از فرانسه حفاظت میکنیم، از تمام این کشورها محافظت میکنیم و بسیار از آنها میروند و با روسیه معامله خط لوله را انجام میدهند، جایی که میلیاردها دلار را به خزانه روسیه میریزند. قرار است ترامپ نوبخت امروز با انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، اینجا دیدار بکنه و در برنامه است که روز دوشنبه با همتای روسیهش ولادیمیر پوتین در هلسینکی هم ببینه. در جریان امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه مسائل دیگر روشنتر خواهند شد.
شمار افراد کشته شده در بمبگذاری انتحاری در شهر پشاور به بیش از 20 تن رسید. این بمبگذاری شام دیروز در یک گردهمایی حزب نشنل عوامی صورت گرفت. تحریک طالبان پاکستان امروز مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. بمبگذار انتحاری در اینجا خودش را منفجر ساخت. 21 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. زخمیان به این شفاخانه منتقل شدند. آرون بلور یک رهبر حزب نشنل عوامی در میان کشته شده هاست. او نامزد این حزب در انتخابات اسامبلی ایالتی بود. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه توییتر خود این حمله را محکوم کرده. اعضای حزب نشنل عوامی در جریان انتخابات 2013 نیز مورد حمله قرار گرفته بودند. در یک حمله طالبان در سال 2012 بشیر بلور یکی از رهبران این حزب و پدر آرون بلور کشته شد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها شام سه شنبه گفت که در اعتراض به حمله اخیر راهپیمایی خواهند کرد. پلیس ترکیه امروز ده‌ها تن به شمول عدنان اوکتار یک مسلمان جنجال برانگیز را دستگیر کرد. اتهام‌های وارد شده بالای این افراد شامل تقلب، رشوه و سوء استفاده جنسی می شود. عدنان اوکتار امروز پس از دستگیری برای معاینه صحی به شفاخانه منتقل شد. ماموران پلیس سپس او را با خود بردند. عملیات دستگیری اوکتار و بیش از 230 فرد مرتبط با او امروز راه اندازی شد. پلیس نزدیک به 80 تن دیگر را بازداشت کرد. تشکیل یک گروه جنایتکار، تقلب و سوء استفاده جنسی از اتهام‌های وارد شده بالای اوکتار و افرادش است. او که به نام هارون یحیی نیز شناخته می شود، یک نویسنده و مجری برنامه تلویزیونی است. و انتظار می رود مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال 2018 دونیم امشب به وقت افغانستان با بازی کرواسیا و انگلستان ادامه یابد. در بازی دیشب فرانسه 1-0 بلژیم را شکست داد و برای سومین بار به دور نهایی جام جهانی راه یافت. این نخستین شکست بلژیم از زمان مغلوب شدنش در یک بازی دوستانه در سال 2016 با اسپانیا است. اولین بار نیست که طرفداران فرانسه این گونه خرسند هستند. آنها در سالهای 1998 و 2006 نیز راهیابی فرانسه به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال را جشن گرفته بودند. فرانسه رقیب قدرتمندش بلژیم را دیشب به زانو درآورد، شکستی که طرفداران بلژیم را سخت مایوس ساخت. فرانسه به روز یکشنبه به مرحله نهایی با برنده بازی امشب میان کرواسیا و انگلستان به میدان خواهد رفت. پیشاپیش این بازی شور و هیجان طرفداران دو تیم در مسکو آغاز شده است. استادیوی آزادی هفت روز هفته در صفحه اینترنت و فیسبوک ما قابل تماشا است. از همراهیتان تشکر. حالا داریوش احمدی با ادامه خبرها از تلویزیون پیشگام با شماست.